در بخشی از همین بیانیه گفته شده که از این پس آثار خودتون رو در واقع بدون سانسور منتشر خواهید کرد. این تصمیم چه معنایی برای حکومت داره و اون گروه از نویسنده ها و شاعرایی که در ایران هستن چطور امکان یه همچین کاری رو دارن؟ نکته مهمیه. من به نظرم این اتفاق از خیلی وقت پیش رخ داده. با به وجود اومدن سایت های مستقل در خارج از ایران، این دستگاه اسقاطی سانسور در ایران دیگه تقریبا از کار افتاده. اینترنت ولای جان سانسور بود و نشر اینترنتی به خصوص. به نظرم با زیاد شدن این سایت ها، مستقل بودن اونها و اهمیت دادن اونها به آثار نسل جوان، این مسئله حل خواهد شد و نویسندگان، به خصوص نویسندگان جوان ما که اولین کتابشون رو میخوان چاپ کنن، باید به نحوی تحت حمایت دوستانی قرار بگیرن که در خارج نشستن و امکاناتی دارن، ناشران، نویسندگان و منتقدان، و به نظرم میتونه این جریان تقویت کنه و کمک کنه که این آثار اونا بدون سانسور چاپ بشه. و طبیعتاً سانسور در ایران از این به بعد هم چنین نخواهد بود. این سانسور بسیار اسقاطیه و پوسیده است ماشینش و نخواهد تونست دیگه به اون شکل قدیمش ادامه بده. مثلا خب در همین سایت بانک، سایت ادبی ما، تونستیم صدها مقاله، داستان و نقد رو بدون سانسور چاپ کنیم، از به خصوص جوان ایران، و بسیار شگفت‌آوره، بسیار زیباست کارها، و به خصوص اینکه درصد بیشتری از اونها رو نویسندگان زن تشکیل میدن. یک راه حل همینه، راه حل مهم به نظر من همینه، راه اندازی سایت های مستقل ادبی و حمایت از ادبیات ایران و صدای ادبیات ایران. میدانیم صدای ادبیات ایران صدای مردم خواهد بود، هست و خواهد بود. بله جناب مندنی پور، حالا در ابتدا فرمودید که وقت کمه ولی حالا فرصت بیشتری رو برای شما در نظر میگیریم. به نظرم مهمه شما به عنوان یک نویسنده، حالا خارج از اون داستان بیانیه که صادر شده، نگاهی که به این خیزش مردم دارید، فکر میکنید که چه جور جنبشی است، چه جور خیزشی است و میزان بلوغش و اینکه به کجا خواهد رسید؟ اگر دیدگاهتون رو بگید ممنون میشم. خب یک جنبشی نیست که یک شب زاده شده، این ادامه خیزش ها، جنبش های قبلیه که ده ها ساله تو ایران ادامه داره. بله. به شیوه های مختلف و ادامه اوناست. ممکنه جوانتر شده باشه، طبیعیه، نسل جوانتری تو ایران اومده با خواستهای جدیدتر و خیلی وقتا حتی شیوه های کلیشه‌ای انقلابی های حرفه‌ای رو هم دارن میذارن کنار. بله. این جالبه و برای همین هم خیلی وقتا ماشین سرکوب نمیتونه پیشبینیشون کنه و نمیتونه به اصطلاح سرکوبشون کنه، چون جدید کاراشون، جدید کاراشون بسیار ابتکاریه و عرض کردم تأثیر بسیار خواهد داشت. بر کجا خط بشه دیگه، ایران امروز ایران سال پیش نیست، ایران 5 سال پیش و 10 سال پیش نیست، چه از لحاظ سانسور، چه از لحاظ نگاه مردم به زندگی خودشون، به آزادی و آزادیایی که باید طلب کنن، حقشونه. بسیار تفاوت خواهد داشت تا گذشته. من به نظرم، اگر که تکرار میکنم، دوستانی که در خارجم میتونن بسیار کمک کنن، سایت های مستقل ادبی باید راه انداخت. بله. و پذیرفت داستان های جدید و جوان ایران و منتشر کرد. اینها به ایران میره با وجودی که اینترنت قطع در ایران، ولی به نحوهای مختلف تجربه من نشون داده که به دست خواننده های ایران میرسه. ادبیات همواره یک بیانیه پنهان علیه سرکوب، علیه سانسور، علیه اختناق و صدای موندگارتری هم هست. همواره در خودش این شعار رو داره، مبارزه با برای آزادی.